بسیاری از روزنامه‌نگاران داخل ایران درباره سیاست حکومت برای مقابله با پوشش اختیاری شهروندان و التهابی که در جامعه ایجاد کرده هشدار دادن و پرسیدن که این سیاست باخت باخت چرا راه نمیشه. به نظر شما حکومت تا کجا میتونه این روند رو ادامه بده، ضمن اینکه به چه ترتیب میشه این قبیل قوانین رو به چالش کشید؟ ببینید، سیاست باخت باختی نیست، سیاست باخت برده که در یک سمتش به نظر من مردم هستن، مردمی که به هر حال با حکومت رابطه نزدیکی ندارن، و در سر دیگرش حکومتی هستش که برنامه ریزی هاشو دقیق و درست تا به اینجا انجام داده. در ارتباط با مسئله قوانین، یکی از مهمترین اتفاقاتی که باید بیفته اطلاع رسانی و آگاهی رسانی در ارتباط با مسائلیه که حول و حواشی این قانون داره اتفاق میفته. اگر یه ذره ما برگردیم به چند دهه گذشته، من به عنوان یه پژوهشگر اینو خدمتتون میگم که بارها و بارها قوانینی که در دست سیستم بوده با یک پیش زمینه و پیش بینی در واقع برای آینده قرار داده شده، و اگه بخوایم خیلی دقیق تر بگیم در امر قانون گذاری کردن، حکومت چند پله همیشه از جامعه جلوتر بوده. همین جلوتر بودنش و همین تمهیداتی که اندیشیده همیشه باعث شده که تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم مردم متضرر بشن. در یک سال گذشته اگر نگاه بکنیم، اتفاقاتی که در بدنه حکومت افتاده و اینکه خب مردم خسران دیدن، جوانها از دست رفته، چشمهای نابینا شده، خیلی ها مجبور شدن وطن رو ترک بکنن، خیلی ها هنوز زیر حکم محاربه و افساد فلعرض هستن، اینم فراموش نکنید. با این وجود حکومت وضعیت خودش رو در وضعیت تصفیق قرار داده، اگرچه که ممکنه بعضی ها با این موضوع موافق نباشن، ولی حکومت در وضعیت باثباتی قرار گرفت به دلیل اینکه تونست تمهیدات لازم رو در این رابطه صورت بده. مسئله لایحه حجاب مسئله بسیار مهمیه که الان میتونیم به عنوان یک حق شهروندی روی اون آگاهی رسانی بکنیم، و این اون چیزیه که اگر جامعه ایرانی نسبت بهش آگاهی داشته باشه، هشدار بهش داده بشه، میتونه کمک بکنه که در آینده در واقع وضعیت حضور ذهنی مردم به اندازه حضور و اهداف حکومت در یک سطح برابر قرار بگیره. اینکه خیلی ها در مورد لایحه حجاب صحبت میکنن، مدام اطلاع رسانی میکنن، نواقص قانونی رو اونو گوشزد میکنن، یکی از همون مسائله. اما بخشی از جامعه خسته از اعتراضات پارسال به این مسائل اونقدر دیگه توجهی نداره و احساسش به اینه که در هر صورت حکومت حرکت خود رو خواهد کرد و نسل جوان امروزی هم به هر حال بی محابا به خیابان خواهد رفت، ممکنه باز هم قرعه به نام یک نفر دیگه در روزهای آینده بیفته. اما کاری که اینجا میتونیم بکنیم این هستش که بر پافشاری بر حقوق شهروندی و نواقص قانونی که ممکنه در دست اجرا باشه، از اتفاقات این چنینی در واقع با داشتن آگاهی جلوگیری بکنیم. این که مثلا در یکی دو ماه گذشته بسیاری حتی در داخل ایران از حتی وکلای نزدیک به حکومت هم هشدار دادن که اگر ضابطان قضایی رو به جز ضابطان قضایی که اون چیزی که در قانون میگیم مثل همین حجابان ها بذاریم، به زودی شاهد خشونت ها خواهیم بود. اگر کمی بر این موضوع بیشتر پافشاری و تبلیغ رسانی میشد، شاید شناخت مردم از این وضعیت بیشتر بشه و پرهیز از این وضعیت های اینجوری ممکن کمک بکنه به این قضیه.